فرکانس های ماهواره‌ای شبکه 7، ماهواره 11، پولاریزیشن عمودی فرکانس 11843. شبکه 7 را با کیفیت HD در این فرکانس تماشا کنید. همچنین می توانید بر روی ماهواره 11 پولاریزیشن عمودی فرکانس 11958 شبکه 7 را با کیفیت SD تماشا کنید. سلام عزیزان، کلیسای 7 شروع شد، ناقوس کلیسا به صدا در اومد، یعنی همه جمع بشیم در حضور خداوند، خانواده خداوند در این ساعت همه با هم جمع میشیم. در طول هفته که وقت شخصی با او داریم، خیلیاتون در کلیساهای خانگی، کلیساهای آنلاین هستید، این ارتباط فقط یک بار در هفته نیست، نه با خدا یک بار در هفته رابطه داریم نه با هم دیگه، ولی اینجا یک خاصه، جمعه‌ها خاصه، این لطف خاصی داره که همه ما هر جا هستیم با هم به حضور خدا میریم. امروز برنامه پرستشی داریم، آرشان و نشاط عزیز در استودیو ما رو خدمت میکنن در پرستش، مشتاق هستیم، و همینطور روی زوم خواهر ندا، پدیده عزیزمون، آرتین و نیلوفر، جوانان ما، خادمین جوان و خواهر سمیرا هستن که خدمت میکنم، و خیلی های دیگه که چه در اتاق فرمان و چه در شبکه‌های اجتماعی، تلفن، همه جا آماده هستیم که خداوند و شما رو خدمت بکنیم. همسرم هم این هفته عمل جراحی داشت، کیسه صفراشو برداشتن، بعد من بهش گفتم با کیسه صفرا بدون کیسه صفرا دوست دارم، فرقی نمیکنه، ولی داره استراحت میکنه و میخوام که دعا کنی برای دانل جان، حالا که اسمش هم اومد و میخواستیم وسط جلسه دعا کنیم، ولی خب الان که اسمش رو گفتیم دعا کنیم. آمین. و بعد شروع میکنیم. بله خداوندم، شکرگزارت هستیم که تو همیشه به یاد فرزندانت هستی. خداوندم امروز دانل عزیز اینجا نیست، ولی تو در کنارش هستی. دعا میکنیم برای سلامتی و شفاش به نام عیسی مسیح، که دست سلامتی و شفای تو ای خداوندم همین الان بر خواهرم دانل عزیز قرار بگیره و سلامتی بر او بیاد. همچنین دعا میکنم برای تک تک عزیزانی که شاید قسمت صفرا، ناراحتی صفرا داشته باشن، به نام مسیح که شفا بر اون عزیزان هم بیاد، سلامتی بیاد و دردها از وجودشون برداشته بشه. به نام عیسی مسیح که باشه که خواهرم دانل هر روزه پر برکت باشه، باشه که با خداوند ملاقات داشته باشه، همچنین باشه که به نام عیسی مسیح از خداوند برکت‌ها، پیغام‌های زیادی رو دریافت بکنه و اونها رو بیاد به کلیسای خداوند هدیه بده. کسانی که نیازمند اون پیغام‌ها هستن، کسانی که نیاز دارن که اون پیغام رو بشنون از زبان خداوند، ای خداوندم تو از این دختر خداوند، از این زن ایمان استفاده کنه ای خداوندم، و او رو مبارک و برکت بده، در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. مرسی برادر پولس عزیز، خداوند به تو داده قدرت دعا و شفاهایی که میدونم دعا میکنی انجام میشه. میخوام پرستش کنم، ولی یه چیزو میخوام بگم، یه سورپرایز هم امروز داریم، رقص پرستشی به وسیله دیبا، خواهر عزیزمون دیبا. پرستش، رقص جزء پرستش مسیحیانه، ما هم در نیاوردیم. اصلا تو کتاب مزامیر داوود خداوند دستور میده برقصید، ما داریم اطاعت میکنیم، وقتی رقص پرستشی میکنیم داریم از خداوند اطاعت میکنیم. پس شروع میکنیم در حضور خداوند، بفرمایید. سلام میگم به تک تک شما عزیزان خداوند، خدا رو شکر میکنیم برای وجودتون. با این آیه از کلام شروع میکنیم، پولسیان باب 1:19: زیرا خوشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود و به واسطه او همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد و به وسیله صلحی که با ریخته شدن خون وی بر صلیب پدید آورد. آمین. من هم سلام میکنم به همگی در هر جایی که هستید، و امروز میخوایم خداوند رو بپرستیم با شادی، با قوت. من هم چند آیه رو قرائت میکنم اگر موافق باشید،
از دوم قرنتیان باب 5 در اون جایی که خدمت آشتی هست، از آیه 17 من میخونم: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت. چیزهای کهنه درگذشت. گذشته درگذشت. هان همه چیز تازه شده است. اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. و خدمت آشتی رو به تک تک ما سپرده است. به دیگر سخن، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می‌داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی‌گذاشت و پیام آشتی را به ما سپرد. پس سفیران مسیح هستیم، همگی ما سفیران مسیح هستیم، به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می‌خواند. ما از جانب مسیح از شما استدعا می‌کنیم که با خدا آشتی کنید. او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. در مقام همکاران خدا از شما استدعا داریم که فیض خدا را بیهوده نیافته باشید، زیرا خدا میگوید در زمان لطف خود تو را اجابت کردم و در روز نجات یاریت دادم. هان اکنون زمان لطف خداست. هان امروز روز نجات است. امروز زمان لطف خداست و امروز روز نجات است. آمین. شکر برای خداوند. خیلی وقتا هست که ایمانداران به عیسی مسیح خیلی وقتا میگن من چه کاری از دستم برمیاد انجام بدم، من چه خدمتی رو میخوام شروع کنم. همونجور که خوندیم، خدمت آشتی برای همگی ماست، آشتی با خودمون، با جهان، با خداوند، و میتونیم این خدمت رو داشته باشیم وقتی که همگی ما به واسطه عیسی مسیح نو میشویم. گذشته ما از بین میره، گناهان ما به واسطه عیسی مسیح جوانه هایی است که خداوند در قلب های ما میکاره. برویم و آشتی باشیم برای خودمون، برای جهان، با خداوند، و این رو اعلام کنیم. و هر کسی که از بیرون ما رو میبینه، ما مسیحیان رو، جوانان در خداوند رو، در عیسی مسیح رو ببینه که این رو به عهده گرفتیم به درستی، چون خداوند میخواد این رو. هللویا. و به خداوند لبیک بگیم. او ما رو میفرسته، آماده میکنه، او ما رو تجهیز میکنه برای نجات جانها. لطف خداوند بسیار زیباست. او محبته، او عاشق تک تک ماست. هللویا. خداوند شکرگزار تو هستیم ای خداوند. این جوانه هایی که ای خداوند در قلب های ما گذاشتی خداوند، تو ای خداوند با وفاداری و با ایمان به تو میستیم ای خداوند، و تو پرورش بده ای خداوند. تو ای خداوند بزرگ بساز ای خداوند. میوه های خداوند از همین جوانه های خداوند بیاد ای خداوند برای قوم تو. هاللویا. 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 پس با وفاداری، با فروتنی، همه اینها رو به عیسی مسیح میدیم با تمام دلمون، و امروز از خداوند میخواییم که این کارهای تازهی رو که در ما شروع کرده با وفاداری ما میستیم و او برای ما کار خواهد کرد. شد. پس میخوام دعوتتون کنم، تشویقتون کنم، در هر جایی که هستیم در حضور زیبای خداوند بیستیم و بپرستیم او رو با شادی، با محبت و با قوت. هللویا. می نهم به پایت عیسی با تمام دل، آن جوان که تو در قلبم نشاندهی. دانم چون شروع کردی تو کارینو در من، با امانت تکمیل شود چون تو زندگی. می دهم زندگیم را به دست قدوست عیسی، تسلیم ارادت گردم چون تویی.
امید زنده بر راهای نرفته تسلیم ارادت گردم. تو مرا فرا خوانده ای به عمق‌های خود تا به من بیاموزانی راسای عجیب آنگ مشکوف گردانید سر آسمان آن که خالی گشت حتی تا مرگ برسلی تو حیات و راه و راستی نوری و شفا و هستی تشنه حضور تو هستم بینا کرد جان مرد را احیا کرد تشنه حضور تو هستم می نهم خود را چون قربانی در دستان شاه آسمانی همچو منجیم که تسلیم گرد به خواسته پدر آسمانی گرچه در رنجا شریک شوم در طول آتش تسلیم شوم همچو که با درد آشناست در جلالش نیستیم شوم در جلالش می سهیم شوم. می پرستیمت ای خداوند، می ستاییمت ای خداوند، تو رو دوست داریم ای خداوند، تو زنده ای خداوند. ای خداوند کارهای تو عظیمه برای تک تک ما ای خداوند و در ما ای خداوند. ما رو ای خداوند بفرست، ای خداوند ما رو بفرست برای کار عظیم خودت، آماده ساز. گوییم لبک ای خداوند مرا هم بفرست تا به کارم دانه اینو در قلب مردم تا که امید تو باشد رهاییشان تا که نور تو بتابد درون هر قوم تسلیمم تسلیم تو من شاه پر جلال قلبم من را در دستانت بکارگی آرزویم جلال توست دیدن عجایب توست من را در دستانت بکارگی می نهم خود را چون قربانی در دستان شاه آسمانی همچو منجیم که تسلیم گشت به خواسته پدر آسمانی گرچه در رنجا شریک شوم در طول آتش تسلیم شوم همچون که با درد آشناست در جلالش نیستیم شوم در جلالش نیستیم شوم در جلالش نیستیم شوم در جلالش نیستیم شوم. شکرگزاریم ای خداوند برای حضور زیبای تو ای خداوند ای خداوند ای خداوند. امروز اگر مانعی هست برای آشتی با خودمون، برای آشتی با پدر آسمانی که عشقش رو یک بار به ما نشون داده به کل دنیا، به کل جهان، که عیسی مسیح یگانه پسرش رو داد به خاطر ما،
به خاطر تک تک ما که امروز ما فرزندان خوانده بشیم، هم ارث با عیسی مسیح باشیم، نجات رو دریافت کنیم و بدونیم حیات ابدی هست. هللویا. خداوند دوستت داریم، شکرگزاریم برای حضور تو، حضور زیبای تو ای روح القدس، ما را آماده ساز ای خداوند. اگر هر جایی هست که ای خداوند مانع هست، ای خداوند تو بریز، تو فرو بریز دیوارها را. هللویا. حضور تو همچون نسیم می برد مرا به عمق تازه از حضور، می کشد مرا حضور تو، می برد مرا حضور تو، می برد مرا. پرساز وجودم را، پرساز از حضورم، پرساز وجودم را، پرساز از حضورت. وجودم دست توست، قلبم سرمست توست، مرا آماده کن، به روحت تازه کن. وجودم دست توست، قلبم سرمست توست، مرا آماده کن، به روحت تازه کن. اعلام کنیم روح القدس، روح القدس، روح القدس. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشت مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشت مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشت مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشم مرا آماده کن. روح القدس جاری شد در ما، القدس جاری شد در ما، روح القدس جاری شد در ما. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشت مرا آماده کن. یه لمس تازه کن، بندهایم پاره کن، برای آتشت مرا آماده کن. تو بیا
لمس کن، مس کن، لمس کن، لمس کن، لمس کن، ای روح القدس، ای روح القدس. در بندها هستن، در اسارت ها هستن، خداوندم اون بندها رو پاره کن، خداوندم بسوزون اون بندهای تاریکی رو، بسوزون اون بندهای شیطان رو، ای خداوندم هر جا که، ای خداوندم بند و اسارتی هست امروز، هر کسی که امروز داره در این برنامه شرکت کرده، در این کلیسا، در این اجتماع شرکت کرده و داره میبینه، خداوندم آتش خودت رو بر او بریز، او رو آزاد کنه. ای خداوندم امروز ما نیاز داریم به آزادی در ایران، آزادی خداوندم در بند، کسانی که در بند هستن، در اسارت هستن، پس بریز آتش خودت رو. امروز خیلی ها در رنج هستن، خیلی ها در مشکلات مالی هستن، خیلی ها عزیزانشون از دست دادن و در بند اسارت زندان هستن. خداوندم آتش خودت رو بریز بر تک تک مردم ایران، بریز بر اون تاریکی ها، بر اون لباس های سیاه، بریز بر اون قلب هایی که خداوندم سالهای سال هستش که در اسارت شریر قرار گرفته. آزاد کن، بندها رو پاره کن ای خداوندم، خداوندم لمس کن اون قلبها رو و تبدیلشون کن به قلبهای گوشتی، زبانشون رو باز کن به توبه. ای خداوندم امروز در توبه باز هست، فیض خداوند جاری است، آشتی بین انسان و خداوند جاری است. خدا اومد روی زمین و دستش رو دراز کرد و امروز دستش بر مردم ایران دراز هست، گفت که بیایید به آغوش من تا شما رو نجات دهم. خود رو آزاد کنید از تاریکی ها، از بت پرستی ها آزاد شید تا سرزمینمون ایران در امنیت قرار بگیره، در سلامتی قرار بگیره، به قوت نام عیسی مسیح. آمین. Lambs kon, lambs kon, mo moshtaqim, lambs kon, lambs kon, lambs kon, lambs kon, ey ruhe khoda, in qalbaye تشنه ما لمس کن، ای روح خدا این قلبای تشنه ما، لمس کن، لمس کن، ای روح خدا این قلبای تشنه ما، مشتاقی مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی. لمس کن ای روح خدا این قلبای تشنه ما، لمس کن ای روح خدا این قلبای تشنه ما، مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی ما، مشتاقی. لمس کن، لمس کن قلب‌ها را ای روح القدس،
لمس کن لمس کن جانهای ما را ای روح القدس بریزم بکشا درهای آسمان بریزم بریزم بکشا درهای آسمان بریزم بریزم بکشا درهای آسمان بریزد روح تو بریزد بر قومت بکشا آسمان ایران را بریزد بر خانه ها بریزد بر مای خداوند روح تو دریافت کنیم دریافت کنیم از روح او خداوند بریزد شفای تو بریزد شفای تو بریزد شفای تو روح القدس شفای فکر شفای قلب شفای روح شفای روابط بریزد بریزد بکشا درهای آسمان بریزد بریزد بکشا بکشا آسمان ایران را بریزد بریزد خداوند را شکر گذاریم برای حضور زیبای تو شکر گذاریم برای حضور عالی توی خدا دوست داریم خداوند تو زندگی خداوند هاللویا شکر درود میگم خدمت همه عزیزان کلام خداوند دوم قرنتیان باب 9 از ترجمه تفسیری آیاتی رو قرائت میکنم فراموش نکنید هر که کم بکارد کم درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد بلی خداوند به شما به فراوانی عطا خواهد کرد تا شما نیز به سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمند است برسانم به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بنابراین از هدایای شما دو نتیجه نیکو حاصل می شود. یکی آنکه احتیاجات مؤمنین برطرف می گردد و دیگر آنکه باعث می شود به سبب آن خدا را شکر کنند. خداوند و شکرگزار شما هستیم پدر جان که حقیقتا شما شایسته ستایش هستی خداوندم به دروازه های شما با پرستش میایم که
به قدس‌های شما وارد میشیم، جایی که تنها حضور شما و آرامی شما به ما روشنایی میده. سپاسگزاریم خداوندم برای زخم‌های ما که شما شفا هستید، برای دردهای ما که شما تسلی هستی و نیازهای ما رو که شما سخاوت هستی. خدای شما میفرمایید که دهندگی از گیرندگی فرخنده تر. خداوندم، خداوندم شفا و برکات و خوشیهای شما در هدایای هر آنچه داریم خداوندم از آن شماست. شکرگزاریم پدر جان برای همه برکات و نعمات و محبتهایی که از شما داریم پدر جان. خداوند رو به حضور شما میاریم خداوندم، تک تک دست هایی که بالا گرفته شده و خداوندم تمام عزیزانی که خداوندم با دل و قلبشون یک به ده میدن، هدایا میدن خداوندم و سالها کنار شبکه هفت هستن خداوندم. خداوندم در نام قدوست پدر جان این پاکت ها مطابق اون چه که قلب شما هست که پر از محبت است، این عزیزان رو خداوندم مسح و تبریز کن خداوندم و برکت شما به فراوانی بر تک تکشون بریزه پدر جان. باشه که خداوندم این برکات جاری بشه و برای ملکوت شما بیشتر و بیشتر خداوندم بار بیاره خداوندم. خودشون خداوندم، خانواده هاشون خداوندم و ایمانشون رو خداوندم در حضور شما در این کفه ترازو میذاریم. میدونیم که شما کفه های ترازوهای دیگر خداوندم پر خواهی کرد، باعث نجات ها خواهی شد پدر جان. عدالت شما بر روی زمین خداوندم خواهد آمد. در نام قدوس پدر جان دعا کردم با شکرگزاری، آمین. شکر 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 برای همه قلب‌های سخاوتمند شما، شکر شکر برای امروز. پس اگر موافقید بیایید با یک سرود شاد، وقتی که خوندیم در کلام خداوند اون آشتی، اون خدمتی که خداوند به ما سپرده، وقتی که لبیک میگیم به خداوند که خداوند ما را بفرست برای این خدمت، برای این کار عظیم خودت و برای نجات جانها، برای نجات جانها ما رو تجهیز کن، ما به تو لبیک میگیم. پس با شادی این رو اعلام کنیم. لبیک خداوند مرا هم بفرست تا آوارگان را هدایت کنم، آب حیات به تشنگان رسانم، در تاریکی ها نیز درخشان باشم، صدایت را می شنوم، مرا خوانی که بروم، فرمان برم مرا بفرست، ای خداوند مرا مرا، ای منجی عزیز من. لبیک خداوند مرا هم بفرست بحر حساد پیش از غروب آفتاب، یک روز رود خورشید زندگیم، سویت پرواز کنم رویت ببینم، صدایت را می شنوم، مرا خوانی که بروم، فرمان برم مرا بفرست، ای خداوند مرا مرا، ای منجی عزیز من. لبیک خداوند مرا هم بفرست تا نیروی ظلمت در هم شکنم، مرا با زرعت یک سر بپوشان، چشمه کلامت از دلم جوشان، صدایت را می شنوم، مرا خوانی که بروم، فرمان برم مرا بفرست، ای خداوند مرا مرا، ای منجی عزیز من. یک بار میخوام تشویقتون کنم با قوت اعلام کنیم، صدایت را میشنوم، آمین. صدایت را میشنوم، مرا خوانی که بروم، فرمان برم مرا بفرست،
ای خداوند مرا مرا، ای منجی عزیز من. شکرت ای خداوند، شکر. آمین. لبیک لبیک ای خداوند. خداوند شکر گذارتیم برای این لحظه پدر جانم، این لحظه که با هم دیگه به حضور تو اومدیم، این لحظه که توی خداوندم از گوشه گوشه جهان ما رو جمع کردی و یک خانواده کردی. امروز ای خداوندم از طریق ماهواره، از طریق زوم، از طریق یوتیوب، این استاگرام، هممون اینجا تو خداوندم و ایمان داریم این پدر آسمانی که تو قراره از طریق این موعظه، از طریق امروز تو زندگی های ما کار بکنی پدر آسمانی. ای خداوندم دعا میکنم مصر تو، قوت تو با کشش هرمز عزیزمون باشه پدر جانم، باشه که پیغام های تو رو خداوندم امروز بشنویم، نه فقط بشنویم بلکه تو زندگی هامون اجرا کنیم بابا جانم. مرسی خداوندم، مرسی از این لحظه و این ساعت زیبا که در تو به صورت خانوادگی هستیم، در نام عیسی مسیح آمین. هللویا، خدا رو شکر. میخوام یه چیز رو یادآوری کنم و اون این که در ایمان مسیحی، مرسی، در ایمان مسیحی سه تا دستوره، آیات زیادیه، دستوریه، یعنی باید بری انجام بدی، یعنی خداوند میگه برو انجام بده، بهت دستور میدم انجام بده، که این سه تا در ایمان، در دین اسلام حرامه. بعد بعضی میگن اینا همه خداها یکی ان، اینا همه دیگه چرا فرقی نمیکنه؟ نه فرق میکنه. میدونید اون سه تا دستور چیه؟ دستور اینه که خداوند در کتاب مقدس دستور میده شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. شاد بودن در فرهنگ ما، در دینی که در ایران هست، حرامه، اصلا غیر قانونیه. اون جوانایی که شاد با شادی میرقصن میخونن، یادتونه هپی سانگو که خوندن گرفتنشون، فقط برای این که خوندن، برای این که توی پارک آب بازی کردن، شاد بودن. بعد دومیش که خداوند دستور میده و بعد در اسلام گناه موسیقیه، میگه بخوانید، آواز بخوانید، بلند بخوانید، بخوانید با طبل و سنج، بخوانید، سرودهای تازه بسازید. اونجا دستور میده بارها و بارها، اینجا نه، اینجا غم و اینجا موسیقی حرامه و اینجا هر چقدر گریه کنی خدا خوشش میاد، اینجا هر چقدر به سر کله خود بزنی خوشش میاد. اون دستور سوم که در کتاب مقدسه میگه برقصید. برقصید، بله دستوره، میگه برقصید، در صورتی که رقص حرامه. کدوم یکی خداست؟ شما تصمیم بگیرید کدوم یکی خدای واقعی رو دارن به ما معرفی میکنن. میخوام که امروز راجع به اعتماد صحبت بکنم. میدونید سه تا چیز در رابطه ها هستش که رابطه رو یا میسازه یا تخریب میکنه. اون سه اصل رو اسمش رو گذاشتم اما، الف، میم، الف. الف اول احترامه، که هفته گذشته راجع به احترام صحبت کردم. راجع دومیم وسطش محبته که بارها صحبت کردم، و الف آخرش اعتماده که امروز میخوام صحبت بکنم. و مسئله اینه که این مال همه رابطه هاست، چه تو خانواده، چه در کلیسا، چه در جامعه. اگر بخوای یک جامعه، یک رابطه های سالمی رو داشته باشی، این صدا باشه. ولی مسئله فقط این نیست که آره خب، آره باشه، آره سعی میکنیم، آره درست میگی، اینا رو سعی میکنم، محبت و احترام و اینا باشه، تو آره باشه، آره درست میگی دیگه. نه، مسئله این خیلی بزرگتر از اینه. مسئله اینه که آیا درهای لعنت رو تو خانواده هامون، در کلیسامون، در کشورمون داریم باز میکنیم یا درهای برکت؟ اینا مسئله جدیه، چون وقتی این ستا نیست، محبت و اعتماد و احترام نیست، هر جمعی که باشی اینا نباشه، برات جهنمه، توش درده. تو خانواده نباشه، احترام نباشه، به همدیگه زن و شوهر اعتماد نداشته باشن، محبتی نباشه، دیگه این خانواده چی اصلا؟ آدم میخواد ازش فرار کنه. توش برکتی نیست، توش لعنته.
همینه برای کلیساست، همینم هم برای برای جامعه است. وقتی خداوند راجع به اینها صحبت میکنه، دل خدا نیکوست، خدا نیکوست، میگه من میخوام برکت بدم، میخوام خانواده های شما رو برکت بدم، میخوام کشور شما رو برکت بدم. وقتی این قوانین و این طرح رابطه ها رو میگه که محبت، اعتماد، احترام، این برای اینه که ما خدا رو تجربه کنیم و حضور خدا محبت، شادی، آرامش، همه چیزهای نیکو و لعن، از درهای لعنت رو ببندیم، درهای برکت رو باز کنیم. امروز میخوام راجع به اعتماد صحبت کنم. کلمه اعتماد تو عهد عتیق کلمه امینه، آمنه یا امن، که همون امانت و امین از هم عربی هم فارسی، از همون یونانی، از همون عبری عهد عتیق میاد. و این اینه که به حرف کسی میشه اعتماد کرد. اعتماد یعنی حرفش که میزنه انجام میده. میگه کسی که میتوان به حرفاش اعتماد کرد. بعد تو عهد جدید پیستوس یعنی مسئله ایمانه، یعنی کسی که میشه بهش تکیه کرد. تکیه بکنی یه دفعه خالی نمیکنه بیفتی، میشه، قابل اعتماده. با داشتن اعتماده که میشه عمل کرد. اگر اعتماد نباشه رابطه ها شکسته بشه، مثلا در جامعه، اگر در جامعه اعتماد نباشه که الان نیست، در فرهنگ ما میدونی، تو فرهنگ ما الان این ستا کاملا ضربه خورده. کجا محبت بین تو جامعه هستش؟ کجا به هم احترام میذاریم؟ تو خیابون ها، تو حتی خانواده به هم بی احترامی میکنیم. کجا به هم اعتماد داریم؟ اعتماد تو ایران از بین رفته. از بالا دروغ، از بالا بی‌اعتمادی هست تا پایین. حتی برادر به برادر نمیتونه اعتماد کنه و یکی از دلایل اقتصاد خراب بی‌اعتمادیه. اینو عالمین علم اقتصاد میگن. البته مسئله ایران خیلی عمیق‌تر از این هست، از دزدی‌ها و اختلاس‌ها و از ناکارآمدی‌ها و همه اینا هست، ولی یکی از عواملش هم عدم اعتماده. چون وقتی توی جامعه اعتماد نیست، خرید و فروش، معامله خیلی سخت انجام میشه، چون هم به همدیگه شک داریم، دروغ داره میگه، میخواد سر ما کلا بذاره. متاسفانه این در ایران از بین رفته. هم ضرر مالی داریم میخوریم، هم ضرر فرهنگی، و خود جامعه رو به حالتی در آوردیم که توش درده، خانواده های ما توش درده. ولی حالا اینو میگم خوب دقت کنید، به نام عیسی مسیح ما مسیحیان خوانده شدیم این لعنت رو برداریم و برکت رو بیاریم. از ما شروع میشه، مایی که میشناسیم خداوند رو، مایی که این چیزها رو میبینیم، مایی که سرسری نمیگیریم. حالا محبت، آره، اعتماد، احترام، آره، خوبه. نه، ما میدونیم اینا عامل برکت و لعنته و خداوند ما مسیحیان خونده که برای ایران برکت باشیم. پس بیایم اینا رو جدی بگیریم. اولا در خودمون، نمیخوایم برای ایران بیاری بعد خانواده خودت انجام ندی. خیلی ها برای ایران نقشه دارن ولی نقشهشون تو خانواده خودش کار نکرده، حالا میخواد تو ایران پیاده کنه. نقشهش، طرحش، رابطه خودش و همسرش رو درست نکرده، میخواد بیاد حالا ایران رو درست کنه. طرحی درسته که اول تو زندگی خودت، تو خانوادهت کار کنه. و این چیزهایی که خداوند میگه کار میکنه، ما امتحان کردیم، شد، کار میکنه در خانوادهمون، در کلیسا. من میخوام راجع به عوامل بنای اول اینو من پل، اسمشو پل گذاشتم، چون مثل پله، اعتماد مثل پله که از روش رد میشی و با دیگران ارتباط برقرار میکنی. اگر این پل خراب شده باشه، رابطه خرابه. اگر این پل ضعیف باشه، یعنی اعتماد باشه ولی ضعیف باشه، یه کمی روش را بری میفتی، پل خراب میشه. اعتماد مثل پلی که دو نفر رو به هم وصل میکنه. بعضی ها بیگن خب که شما راست میگی دیگه، که شما این فرهنگ ایرانی الان ایران طوری شده که اصلا نمیشه که به هیچ کس اعتماد کرد. درست میگی که شما، من به هیچ کس اعتماد ندارم، به هیچ کس. همه دارن کلک میزنن، هم با همه با شک نگاه میکنم. من جوابم اینه، خوبه هوشیاری، ولی سوال مهمترینه، به هیچ کی نمیتونی اعتماد کنی؟ آیا هیچ کس میتونه به تو اعتماد کنه؟ آیا تو قابل اعتماد هستی؟ آیا تو فرق میکنی؟
امروز میخوام اینو یاد بگیریم. میخوام اول عوامل تخبنا یا تخریب اعتماد رو صحبت کنم. من راجع به چهار عامل میخوام صحبت بکنم که یا اعتماد رو بنا میکنه یا خراب میکنه. اولیش راستی هستش. دروغ خراب میکنه. دروغ باعث میشه به هم اعتماد نداشته باشیم. وقتی و راستی، کسی که همیشه راست میگه، بدون استثنا راست میگه، اعتماد جذب میکنه و با این اعتماده که میشه رابطه ها رو برقرار کرد، میشه یک محیط سالمی رو برای رشد، برای برکت تهیه کرد، فراهم کرد. ولی در فرهنگ ما دروغ زیاد جدی نیست. حتی دروغ مصلحت آمیز دیگه میگن دروغ مصلحت آمیز. اگه کسی رو با شما کار میکنه بعد بدونی که این به دروغ مصلحت آمیز اعتقاد داره، چجوری میتونی بهش اعتماد کنی؟ ها، اعتماد از بین رفته، رابطه از بین رفته، خانواده از بین رفته. بچت اگه به تو دروغ مصلحت آمیز بگه، چجوری میتونی با بچت رابطه برقرار کنی؟ همسرت، با شبانت، با کلیسا، دروغ مصلحت آمیز از شیطان، از خدا نیست. چرا؟ چون خراب میکنه. وقتی یکی بهت میاد میگه شریکت، شریک کارت یا تو اداره، اگه با میدونی طرف به دروغ مصلحت آمیز باور داره، چجوری میتونی باش کار کنی؟ چون هر چی بگه نمیتونی بهش اعتماد کنی. ممکنه این یک دروغ مصلحت آمیز باشه، البته مصلحت خودش. همیشه مصلحت آمیز یعنی من برای مصلحت خودم دروغ میگم، که در دروغ رو باز میکنه. خداوند ما خدای راستیه و شیطان خدای دروغه. هر جا دروغ شیطانه، از هر نوع. کلام خدا امثال سلیمان میگه که آدم بهتره که فقیر باشه ولی راستگو باشه. انقدر خداوند، مسیح میگه من راه و راستی من هستم، میگه شیطان پدر دروغگوست. پس این دروغی که وارد جامعه ما شده، فریبی که شده، و انواع اقسام داره، گاهی نصف حقیقت رو ما میگیم، همه حقیقت رو نمیگیم، گاهی داریم خالی بندی میکنیم، چاپلوسی میکنیم، پاشه خاری میکنیم، همه اینا دروغه. همه اینها درها رو برای لعنت باز میکنه. گاهی با هم صحبت میکنیم، تعارف دروغ هست، قلوف کردن، یکی میاد خواهد یه چیزی رو چهر بده، خیلی بزرگش میکنه. خب آدم نمیدونه این که بزرگ کردی کجاهاش حقیقت، کجاهاش داری خودت میسازی. چی میشه؟ اعتماد از بین میره. اعتماد از بین میره، لعنت میاد، رابطه به شکست به هم میخوره. با این تو این رابطه وقتی به هم میخوره کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی رابطه سالم ازدواج داشته باشی، خونه تو بنا کنی، نه تو شرکت میتونی شرکت رو بنا کنی، نه تو کلیسا میخوای کلیسا رو بنا کنی. وقتی ارتباط شکسته میشه، وقتی اعتماد از بین میره. دومین چیزی که یا بنا میکنه یا خراب میکنه اینه که انسان اون چیزی رو که قول میده رو انجام بده. اینو خداوند خیلی جدی میگه، میگه پس بله شما همان بله باشد و نه شما نه، زیرا افزون بر این شیطان شیطانیست. اینم یکی از چیزهای فرهنگی. ببخشید من فرهنگو میگم، من ایرانو دوست دارم، از درد دارم میگم، مثلا زندگیمو دادم که ایرانو برکت بدم. ولی وقتی به یه مریض میگی که تو مریضیت اینه، آیا دوستش داری یا نداری؟ از رو محبته، از رو محبته که میگم. فرهنگ ما وقتی به یکی به تو میگه بله، ممکنه تو دلش نباشه ها، میگه چشم حتما، میای مهمونی فرداش، حتما کستم اینو برای من انجام میدی؟ بله فرداش تمومه، کار تمومه، برو راحت باش. نمیشه بهش اعتماد کرد، چون بلی ما بلی نعمانی نه هست. اینقدر حرف نزن. اگه میخواییم بلی بنا کنید، هر موقع به کسی چیزی میگی نگو، ولی اگر میگی، میگی بله، حتما بله باشه. مردی هم باید براش بیستی و انجام بدی. و اگر به یه جا میگی نه، بدونه که بهش تو میتونه اعتماد کنه، نه تو هم صادقانه هستش. اون داستانی که در متی فصل 5:37 میخونیم، متی 5:37 داستان اون دوتا پسره که یکیشون به مسیح میگه که نه 5:37 چیز بالا نوشتم، ببینم اونو آیهش رو اینجا ننوشتم، ولی داستان دوتا پسر رو
یادتونه یکی به پدرش میگه که پدرش میگه برو توی برای من کار بکن توی صحرا توی مزرعه کار کن. پسرش میگه یکی پسر میگه که باشه بابا جون، بله عزیزم، بابا هر چی شما بفرمایید، هر چی شما بگید میرم حتما، خیالت راحت باشه. به پسر دومش میگه برو توی مزرعه برای من کار کن، کار احتیاجه. پسر دوم میگه نه نمیرم. بعد داستانی که مسیح میگه پسر اول که گفت میرم نرفت، پسر دوم که گفت نمیرم رفت. درستش اینه که بگی میرم و بروی و بگی نمیرم و نمیرم. این قابل این اعتماد ایجاد میکنه. به بچه هات، به همسرت اگه حرفی میزنی باید روش بیستی. مسئله این نیست که حالا امروز نتونستم ببخشید، نه، مسئله برکت و لعنته، مسئله رابطه دراز مدته. من همیشه سعی کردم که قول ندم ولی اگه قول میدم انجام بدم. یادم الان از بچه هم بپرسی، یکی از خاطرات خوبی که دارن و چند بار برای من تعریف کردن اینه، میگم بابا ما کوچیک بودیم، تو به ما قول دادی، گفتی که من روز شنبه شد، روز تعطیل، من شما رو میبرم تو استخر، با هم میریم استخر. ما خوشحال بودیم و بعد که تو آمریکا البته شنبه یک شنبه تعطیله، جمعه مدرسهشون تعطیل شد، تموم شد. روز شنبه که پاش شدیم طوفان بود، بارون بود، ابری بود، باد و طوفان بود. من قرار بود اینا رو ببرم استخر، ولی چون گفته بودم بابا گفتن بابا ما رو استخر میبری، مطمئن بودن که میگم نه بابا، با طوفان بارون سرده، سرما میخوریم. گفتم بله، چون قول دادم انجام میدم. با هم لباس شنا و اینا پوشیدیم تو باد و بارون، رفتیم با هم استخر. خیلی چیزا رو بچه های من یادشون رفته، ولی اون روز یادشون نرفته که بابا گفت و مهم نبود آب و هوا چطوره، مهم نبود که طوفان چطوره، انجام داد. میخوای اعتماد به دست بیاری؟ میخوای برکت وارد زندگیت بشه تو رابطه هات؟ یا بله یا نه، ولی هرچی که میگی رو انجام بده. بهتری که قول ندی و بعد اون چیزی که قول ندادی رو بری انجام بدی، تا اینکه قول زیادی بدی و اون کاری چی قولی که دادی رو انجام ندی. من با خادمین، با در شبکه هفت، به خادمین، به کسانی که جواب میدن، دعا میکنن، به همه خادمین اینو بارها گفتم، امروز هم میخوام به همه خادمین شبکه هفت یادآوری کنم و اون اینه که ما میخوایم مردم رو خدمت کنیم، درسته؟ دلمون درسته، مردم رو دوست داریم چون خدا اونها رو دوست داره، ولی حواسمون باشه که بیشتر از اون چیزی که میتونیم بکنیم قول ندیم، نگیم بله هستم با دیگه حتما انجام میدم یا فردا، تا فردا بهت جواب میدم. اگر نمیتونی نگو تا فردا جواب میدم. اگر نمیتونی براش کاری بکنی همونجا بهش بگو، یا اینکه بگو صبر کن، سه روز صبر کن، بهت جواب میدم میتونم یا نمیتونم. نه، یا بگو بله تموم انجام میدم، بهت میرسم، من دیگه تا به آخر دوست تو هم، ولی نمیتونی دوستش باشی. کسانی از من میخوان که شبانه مستقیم، یعنی باشون روزانه وقت بذارم، هفتگی وقت بذارم، خیلی دلم میخواد چون دوستشون دارم و قبلا چون دوستشون داشتم اشتباهی میکردم. باشه، آره باشه، منم تو رو دوست دارم، تو من دوست داری، منم دوست دارم تو رو شبانی کنم، ولی قولهایی میدادم که بعد نمیتونستم انجام بدم، وقت نمیشد، یا یه هفته میشد دیگه نمیشد. نتیجه چی میشد؟ رابطمون به هم میخورد، رابطمون تضعیف میشد، اعتمادش از من میرفت. بیاییم مردان و زنانی باشیم، ما مسیحیان، که به ما بتونن اعتماد کنن. حرفی که میزنیم همون حرفه، خداوند جلال پیدا میکنه و برکت تو زندگی خودمون و دیگران میاد. سومین چیزی که رابطه رو یا بنا میکنه یا خراب میکنه مسئله خیانته. خیانت یعنی با اون چیزی که گفتی، با اون عهدی که بستی رو پشت میکنی. خداوند به ما میگه که من هرگز به تو خیانت نمیکنم. اصلا همه اینا رو خداوند انجام میده، میگه هرگز تو رو ترک نخواهم کرد، هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت، و همین کارم میکنه. ولی ما اگه میگیم خب ازدواج همینه دیگه، من هرگز تو رو ترک نخواهم کرد، هرگز تو رو تنها نخواهم گذاشت، فرداش طلاقه. من داشتم کسانی بودن که
و یه شخص خاصی ولی بودن افراد ما زیاد یکه نمیخورم، اما اینا که میگم شکایت نیست، دارم مثال میزنم، چون مسیح میگه من قلب انسان‌ها رو میدونم، قلب انسان‌ها همینطوره، آدم باید هوشیار باشه. ولی کسایی داشتم که شما تا به آخر عمر با تو هم باید عهد بستم، تو پدر آسمانی، تو پدر زمینی من هستی، همه تو رو ترک کنن، تو رو ترک نمی کنم. تو همه صحبتاش، تو ایمیلاش، همه اینا بود. من تکرار هفته پیش رفته بودم ایمیلای قدیمیمو پاک کنم، چون 15,000 25,000 تا چقدر ایمیله، گفتم قدیمیاشو پاک کنم. بعد ایمیلای این شخص دیدم چقدر تو تقریبا هر ایمیلش همینه، پدر هستی، ایستادم برات دعا میکنم، برات عشق میریزم. بعد یه دفعه یه بار وفاداری، خب منم در مقابل بله منم تا آخر برات ایستادم، همه چیز رو برات آماده میکنم، تو جوان خیلی خوبی هستی، خدا با تو کار داره، هر چی که من دارم مال توست، شبکه هفت منابع چی در اختیار تو میذارم که بری برای خداوند گل بزنی، شکوفا بشی، همینطور برو برو برو. بعد یه دفعه با یه ایمیل که شما من نیستم، خداحافظ، نیستم، چون با شما موافق نیستم. انسان اینه، میگم یکه نخوره. من اوایل یکه میخوردم، ولی بعد دیدم مسیح میگه اون خودش رو به دیگران مطمئن نساخت، چون که قلب انسان رو میدونست. الان زیاد یکه نمیخورم، ناراحت میشم ولی یکه نمیخورم و هوشیارم. هوشیارم چیه؟ همین درس برای من اینه، مواظب کسانی باشم که حرف و عملشون یکی نیست، اونا رو نمیتونم بهشون زیاد اعتماد کنم. اونایی که قولی میدن انجام نمیدن، نمیتونم زیاد اعتماد کنم. هنوز دوستشون دارم، هنوز خدمتشون میکنم، ولی نمیتونم بهشون یه خدمتی بدم، یه مسئولیتی بدم که قابل اعتماد نیست. حالا به اینجا میرسیم. چهارمین چیزی که خراب میکنه رابطه رو یا بنا میکنه، مسئله اینتگریتی یا درستیه. راستی بیشتر به زبانه، درستی بیشتر به عمله. اینتگریتی، ما شبیهش رو به فارسی نداریم، کلمه اینتگریتی بهترین نزدیکش درستیه. یعنی اینکه تو در موقعیت‌های مختلف درست عمل می‌کنی، چه جلوی رو باشه چه پشت سر باشه درست عمل می‌کنی. اگر توی شرکت هستی، چه رئیس تو رو ببینه چه نبینه، تو آنچه که درسته رو انجام میدی. این نیست که رئیسمون هست خودمون خودشون بدیم، حالا رفت بابا بشینیم حرف بزنیم، بشینیم وقت تلف کنیم، زود نیستش، سفره، خب امروز 2 ساعت زودتر میریم. هیچ کدوم هم بهش گزارش ندیدان، بهش نگید که ما 2 ساعت زودتر رفتیم خونه. خیلی خوب، با هم قرار بذاریم بریم خونه. این اینتگریتی نیست، این اعتماد از بین میره، این لعنت رو میاره. وقتی خونمون یه جوره، بیرون خونمون یک جوره. وقتی تو کلیسا یک جوریم، بیرون کلیسا یک جوریم. اینا یعنی شخص قابل اعتماد نیست، دو جوره. درونش یه چیزه ولی ظاهرش یه چیز دیگه است. راستی یعنی اون چیزی که در خلوت انجام میدی همونه که در جمع انجام میدی، اون چیزی که در درونته در بیرونته، اون چیزی که جلوی چشم دیگرانه همونه که وقتی دیگران نمیبینن، همون که جلوی شبانت هستی شبانت هم نباشه انجام میدی، همونی که جلوی رئیست هستی رئیست هم نباشه باز هم همون رو انجام میدی. اگر باشه اعتماد هست، رابطه هست، برکت هست. ولی اگر یک شبان یا خودتون رو جای اونها بگذارید، یکیه که رئیسی که میاد میبینه این خوب کارش انجام میده، ولی وقتی میره بیرون کارش انجام نمیده، این شخص خیلی قابل اعتماده، خیلی رئیس میتونه بهش اعتماد کنه، بهش کار بزرگتر بسپاره، مسئولیت بزرگتر بسپاره، نه. بیایم لعنت رو برداریم و اعتماد رو بسازیم، خانواده هامون، کلیسامون، بعد در جامعه. این مأموریت ماست، این خواست خدا برای ماست. حالا میخوام راجع به منافعش صحبت بکنم. نتیجه اینم بگم، قابل اعتماد بودن یعنی اسرار رو فاش نکردن. هر چی که به شما میگم اگه بری بگی، میگه من مال توه، بعد بشنون که تو اینو به دیگران گفتی، خب رابطت به هم میخوره، اعتماد از بین میره. اگه به شبانت چیزی میگی و شبانت خصوصی میگی، بعد فرداش میبینی که همه میدونن، بدون که
اعتماد از بین رفته. البته این هم داشته باشیم، خیلی مواقع ما مشکل دیگران رو می‌بینیم، مشکل خودمون نمی‌بینیم. یادم یه بار یکی اومد از من ایراد گرفت که شما از تو امین نبودی، همین حرفی که می‌زنی خودت انجام ندیدی. گفتم من که همیشه سعی می‌کنم، البته اگر اشتباه کنم اعتراف می‌کنم. بعد گفتش که من تو دعای خصوصی با شما داشتم اینو گفتم، ولی همینم از زبان دیگران شنیدم. گفتم من به هیچ وجه به مسئله شخصی تو رو با کسی رفتم. گفت چرا گفتی؟ من فقط به شما گفتم، شما هم پخش کردی. من چون میدونستم رفتم پیگیری کردم. گفتم کی به تو اینو گفته؟ گفت فلانی، من از اون شنیدم. بعد رفتم تو گفتم تو کی اینو به تو گفته؟ گفت این یکی دیگه از اعضای کلیسا، این اینو به من گفت که من رفتم به خودش گفتم. من رفتم به اون عضو کلیسا دوم گفتم تو اینو از کجا شنیدی؟ گفت بابا خودش توی مهمونی اینا رو به من گفت. خودش فاش کرده بود و تقصیر من میداخت. بعد مواظب باشیم اعتماد رو خیلی راحت به خصوص به خادمی نزنیم که بگیم دیگه قابل اعتماد نیست. همین، بخاطر اینکه حالا اینو گفت تازه خیلی مواقع هم اشتباه ماست، نه اشتباه. تازه اگر یه خادم اشتباه میکنه، اگر دلش درست باشه میگه که اشتباه کردم، منو ببخشید، من رازدار نبودم، و دوباره بنا میکنه. همون که اعتراف میکنه یعنی همون راستی دیگه. نه، کسی که میپوشونه بهش اعتماد نمیشه کرد، کسی که گناهان خودش رو میپوشونه اعتماد نمیشه کرد، ولی کسی که بهش میگی، میگی چشم آره راست میگی، اینجا من اشتباه کردم، چون هممون اشتباه میکنیم، اتفاقا اون باعث اعتماد بیشتر میشه. چند روز قبل یه موردی پیش اومده بود با تیم سرپرستی که با هم خدمت میکنیم، یه موردی پیش اومده بود. بعد من اینو آوردم مطرح کردم، گفتم ببینید یکی تو شما اینجا اشتباه عمل کردید. خب میتونستن بگن نه نکردیم، اشتباه میکنن، به شما اشتباه گفتن، یا اینکه کردیم ولی به خاطر این بود، عذر و بهانه بیارن، بگن که نه بله درسته، ولی این شرایط بود که ما کردیم. خب وقتی گناهانو میپوشونیم، اشتباهاتو میپوشونیم، اعتماد از بین میره. ولی میدونید عزیزان من در تیم سرپرستی چه کار کردن؟ گفتن که بدون عذر و بهانه بله من اشتباه کردم. حالا فکر میکنیم اعتمادم بیشتر شد یا کمتر؟ خیلی بیشتر، چون میدونم اگر کسی از تیم اشتباه کنه نمیپوشونه، خیلی راحت میگه بله اشتباه کردم، منو ببخشید. اعتماد فقط این نیست که آدم اشتباه نمیکنه، ولی اگه اشتباه میکنه خیلی راحت میاد بیان میکنه و اعتماد رو دوباره به دست میاره. بیام این را میخوام برم نتایج قابل اعتماد بودن. نتایج قابل اعتماد بودن، برکتاشو میخوام بگم. اولین و بزرگترین برکتش اینه که خداوند ما رو تایید میکنه، نه انسان، نه انسان هم تایید میکنه، چون قلب انسان ها دست خداست. خدا ما رو تایید میکنه، خدا ما رو جلو میندازه. تو هر جایی که باشی، تو کلیسا باشی، تو خانواده باشی، سر کار باشی، وقتی که قابل اعتماد باشی، وقتی این چیزایی که گفتم رو انجام میدی، حتی اگه به ضررته، آیندت درخشانه. اگه بخوای دروغ بگی تو شرکت، تو معاملات، تو کلیسا، تو خدمت، سر کارت بخوای دروغ بگی، ممکنه کوتاه مدت با این دروغ مشکلت حل بشه، ولی بدون ضرر بزرگی به خودت و به دیگران میزنی وقتی که قابل اعتماد نیستی و دروغ میگی. ولی وقتی قابل اعتمادی، خداوند میگه که میگیم خداوند من به تو اعتماد دارم، خداوند میگه با خیلی ممنون به من اعتماد داری، آیا منم میتونم به تو اعتماد داشته باشم؟ منم میتونم بگم ببینم تو جلوی من، چه کسی تو رو ببینه نبینه، تو با درستی عمل میکنی. آیا میتونم به تو اعتماد داشته باشم؟ خداوند داره میگه، همین الان داره به شما میگه، میگه پسرم، دخترم، تو از من برکات مالی میخوای؟ میگه بله خداوند، من رو برکات مالی بده. خداوند امروز از تو این سوالو میکنه، میتونم بهت اعتماد کنم؟ با اون چیزی که الان بهت دادم داری چیکار میکنی؟ میتونم بیشتر بهت اعتماد کنم که پولتو درست خرج میکنی؟ میتونم؟ چرا بهت بدم؟ دل پدر مادر به نسبت به ما برمیگرده وقتی اعتماد هست، نیست دل رئیس برمیگرده. رئیس اگه کسی رو بخواد
حقوقش اضافه کنه یا خدمتش یا مقامش رو بالاتر ببره، مدیریت بهش بده، به همین چیزا نگاه میکنه. میتونم بهش اعتماد کنم یا نه؟ اینجا زیر آبی زده یا نه؟ پشت سر من، جلوی روی من فرق میکنه یا نه؟ حرفش با عمل شیکی هست یا نه؟ ولی وقتی این هست، خداوند ما رو بالا میبره، خدا ما رو جلو میبره، خدا ما رو موفق میکنه. عیسی مسیح در لوقا 16 سه تا اصل رو میگه. میگه اون که در کوچه چیزای کوچک امینه، در چیزای بزرگ هم امین خواهد بود. دقت کنید، ببینید کسی که چیزای کوچیک نگاه کن، ببین اگه میخواد به یکی مسئولیت، من دارم درسای خودم رو پس میدم اینقدر در سه سالها این مسئله خورده با بیخیالی جلو رفتم، در این سالهای اخیر یاد گرفتم نه هرمز گوش کن، کلام خدا رو جدی بگیر، و این آیه رو من خیلی جدی میگیرم. کسی که در چیزهای کوچک امینه، در چیزهای بزرگ امینه. نده بهش بنوان شبان، بهش خدمت بزرگتر نده اگر در چیزهای کوچک امین نیست. اگر چیز کوچک داره خراب میکنه، رابطه ها رو خراب میکنه، نه یا بکن مدیر یک خدمت یا توی تیم رهبری یه جا بگذار. نه، خداوندم میگه اگر چیزهای کوچک همین باشی، در پول کوچکی که بهت دادم همین باشی، من پولهای زیادتر به تو میدم. اگر در خدمتت همین باشی، من خدمتت رو برکت میدم. بعد دومین چیزی که اینجا میبینیم در آیه بعدی، اگر در بکار بردن مال این فاسد، دنیای فاسد همین نباشید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ دومین اصلش اینه که اگر با پول، با پول زمینی تو، با پولت با درستی عمل نکنی، خدا مسائل آسمانی رو به تو بده، کلیسا رو بده، خدمت ابدی رو بده، خدمت نجات ایران رو به تو بده، کارهای بزرگتر به تو بده. تو با همین سکه ها چه کار کردی؟ میگه مسائل زمینی مهمه، چون نشون میده تو امینی که خداوند بتونه کارهای بزرگی روحانی و در سطح جهانی و کشوری به تو بده. تو با این چند تا سکه چه کار میکنی؟ اینا اصل روحانی خدا، اینا رو قشنگ نوشته. نگید بچه قد قشنگ میگه، خدا روی اینا جدیه. چرا برکت نمیگیریم؟ چرا برکت مالی نداریم؟ چرا خونه های ما برکت نداره؟ برای اینکه کلام خدا رو جدی نمیگیریم. همین سرسری رد میشیم. آره چه خوب میگه، بله رد شیم. که اگر در مال دنیا امین نباشی، اون مال حقیقی، برکت حقیقی، مال حقیقی یعنی برکت زمینی و آسمانی رو کی به تو بسپره؟ بعد لوقا 16:12، اگر در بکار بردن مال دیگری امین نباشی، کیه که به تو مال خود را به شما بده؟ اصل سوم، اگر کس دیگر رو خدمت نمی کنی، فقط به فکر خودتی، کیه که بیاد به تو حق تو رو بده؟ کدوم شبانه؟ من شبان کدوم رئیس شرکتیه؟ کدوم رئیس اداره‌ایه که این کارو بکنه؟ که تو خودخواه فقط میخوای کار خودتو پیش ببری و بعد حق تو بهت بده، وقتی که میبینه تو داری حق دیگرانو میخوری. برعکس، وقتی که میبینی یکی از کارمندا، یکی از اعضای کلیسا، یکی از بچه‌هات، تو همه اینا کاربرد داره، وقتی میبینی که میخواد دیگران رو خدمت کنه، در کار دیگران امینه، در کار دیگران امینه، خدمت به دیگران امینه، نسبت به شبانش امینه، خدمتی که به او سپرده شده امینه، چیزی کوچیکی که بهش دادی، من به عنوان شبان در کلیسا هفت میگم، در کلیسا هفت من اینا رو جدی، هممون باید جدی دنبال کنیم، ولی من به عنوان شبان اینو جدی میگیرم، امیدوارم شما هم جدی بگیرید. بچه‌های هفت رو دارم میگم که کسی خداوند بلندش میکنه و شبان اونو بلندش میکنه که ببینه این شخص برای دیگران امین بوده، کمک کرده دیگران خدمتشون جلو بره، مسئولیتی که شاید به نفع خودش نبوده، به نفع دیگری بوده رو با امانت انجام داده، خدمت دیگران رو، ببین خدمت دیگران رو بالا برده، حالا بیا خدمت خودت رو بدم. من این اصل رو جدی دنبال میکنم. کسی که خدمت دیگران رو نمیسازه، به خودش خدمت نمیدم. طبق کلام دارم میگم، نمیگم بیا تو مسئول این خدمت باش. اگر جای دیگه یه نفر دیگه مسئول نبوده و تو اون رو با جدیت و با صداقت اون شخص رو و اون گروه رو خدمت کرده باشی،
هنوز شایستگی نیستش که خدمت خودتو داشته باشی. اگه داشته باشی خراب میکنی، اگه داشته باشی لعنت میاری به جای برکت و لعنت میشی. نه خودت خوشحال خواهی بود نه دیگران، هم خودت اذیت میشی هم دیگران اذیت میکنی. خب من چرا این کارو بکنم به عنوان شبان، به عنوان حالا رئیس یک مؤسسه، رئیس بگو یک شرکت، رئیس اداره؟ چرا این کارو بکنه یک رئیس اداره؟ حماقت میکنه اگر این کارو بکنه. کسی که در چیزهای کوچک امین نبوده، کسی که دیگرانو خدمت نکرده، حالا بیا تو سر این خدمت باش. خودت اون شخص و تمام اون گروه رو داری لعنت میکنی. نمونه قشنگش دانیال نبیه. و دانیال رو اگه زندگیشو بخونی خیلی درس ها هست، ولی یکی از چیزهایی که در دانیال نبی میبینی اینه. خیلی مهمان، خوب دقت کنید. دانیال نبی نخست وزیر پادشاه بابل نبوکدنصر بودش. بعد کشور فارس ایران میاد بابل رو شکست میده، مملکتشو میگیره، همه چی عوض میشه، ولی یه چیز عوض نمیشه. میدونی چی؟ دانیال اونجا نخست وزیر بود، کوروش میگه تو نخست وزیر منم باش. چطور؟ داشتم فکر میکردم چطور مثلا تو یه کشور رو میگیری، قدرتاشو همه رو عوض میکنه دیگه، یکی میگه تو نخست وزیر رو دیگه همه قدرت ها عوض میکنی، ولی یکیش رو نگه میداری، دانیال رو. میگه تو اونجا نخست وزیری، نخست وزیر من باشه. بعد تازه دانیال بعد از کوروش نخست وزیر داریوش هم بود، یعنی سه تا سلسله، سه تا حکومت عوض شد ولی دانیال عوض نشد. داشتم میگم چرا؟ میدونید چرا؟ چون امانت او به انسان ها نبود، به خدا بود. دیدن که این وفاداریش به نبوکدنصر نیست که حالا ما کشور رو گرفتیم، اینم به اون وفادار بود، اونم مورد بود. نه، دیدن که دانیال به یک قدرت بالاتر تعهد داره، برای همین شخص مناسبیه. فرقی نمیکنه برای کجا بذاریش، هر جا بذاری امینه، هر جا بذاری بهترین خودش رو میده و خداوند اینو میبینه و لطف دانیال رو تو قلب پادشاهان میگذاره. اگه امین باشیم همه دنیا عوض بشه، باز هم لطف خدا روی توه، باز هم خدا تو رو برکت خواهد داد. این نشد اون شد، این شرکت برشکست شد، شرکت دیگه تو رو استخدام میکنه بالاتر. یه چند وقت پیش یه فیلم دیدم، فیلم داستان حقیقی، داستان یه کارگر مکزیکی بود، زندگیش نشون میداد چقدر سخته، چون کارگری میکرد، تازه اومده بود، یه زن حامله داشت، یه بچه کوچیک داشت، مشکل بود که غذا حتی براشون تهیه کنه. هر روز میرفت میگفت میتونم اینجا کار کنم، ساختمون، بعد به میگفت میتونم چمناتون رو بزنم، میتونم یه خورده باغبونی کنم، همینطور حالت میخوام کمک کنم، میخوام کار میگردم، همین تو محله میگشت، با هر کی صحبت میشد میگفت کاری برای من داری؟ میتونم تو خونت تعمیراتی داری کار کنم؟ و گاهی میگرفت گاهی نمیکرد، خیلی ناراحت و افسرده و دلسرد بود، ولی هر جا که میرفت، چه اون صاحب اون خونه اونجا بود چه نبود، بهترینش رو انجام میداد. فقط جلوش نه، میگفت گلامو درست کن، چمنو درست کن، خودش میرفت، ولی این عالی، بهترینش رو انجام میداد. خلاصه یکی از این صاحبخونه‌ها اینو دید و بهش گفت راستی تو میبینم هی برو من میری، تو کار تمام وقت نداری؟ گفت ندارم، من برای همین کار ساختمانی هر چی باشه حاضرم. گفت من تو شرکتمون یه جایی هست میخوام معرفیت کنم. میگه خب بکن، حقوق مرتب داره. آره، گفت آخه حقوق مرتب من ندارم، یه هفته قضا داریم یه هفته نداریم. گفت بیا فرداش میبرتش توی شرکت و معرفی میکنه، میگه که خب برای یه جایی رو داریم توی قسمت انبار، شما بستایی که میره رو فقط بسته بندی کن، قشنگ اونطوری که میگی بسته‌بندی کن، اینا رو بشن اینجا بزن بفرست. خوشحال میره خونه، میگه من کارت مرتب پیدا کردم، و میره هر روز سر وقت، زودتر از وقت کارشو انجام میده، کامل سر وقت، گاهی دیرتر میاد بیرون، بسته رو اونطوری که اونا میگن قشنگ، تمیز، زیبا، پرکار، با کیفیت بالا کارشو انجام میده. بعد از چند ماه رئیس های شرکت بهش میگن که بیا، با خواهیم باید کار داریم. میان میگن که ما دیدیم کارته،
و میخوایم بهت ترفیع مقام بدیم. خیلی خوشحاله، چقدر خوب، خداوند باری یا کجا چی میخوای؟ میخوایم که تو رو مدیر اون همون انبار بکنیم. آه چقدر خوب، فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ این اجناسی که میاد و اجناسی که میره رو ما بهت میگیم چی بنویس. یعنی میگه بخوایم، یعنی من دروغ بگم، میگه ما داریم، ما رئیسیم، مسئولیتش با ماست، ما میگیم چی بنویس، ما تو کارمندی، ما بهت میگیم این اجناس بیشتر بنویس که رفته، کمتر بنویس که اومده. بعد میگه که خیلی ناراحت میشه، میگه که ببخشید من نمیتونم دروغ بگم، من دوست دارم کارا و ولی نمیتونم این دروغ رو بگم، من بعد درست، من مسیحی هم نمیتونم، من باید در راستی باشم. بهش تهدیدش میکنن، میگن خب الان جمعه است، تا روز بعد که برمیگردی فکراتو بکن، اگر اینو قبول نکنی این کار فعلیت هم ازت میگیریم دیگه، اخراجی، یا میشی مدیر انبار که اون چیزی که ما میگیم و مینویسی، یا اینکه اصلا این کارت هم از دست میدی. میاد خونه ناراحته، پیش زنش میگه همچین چیزی ممکنه کارم از دست بدم، من میدونم بعد برای راستی بایستم، ناراحتن، با هم دعا میکنن. بعد روز دوشنبه، روز اول هفته، میره پیش رئیسش تو دفتر میشینن، میگن خب فکراتو کردی؟ میگه تمام هفته فکر کردم، دعا کردم. خب نظرت چیه؟ حقوق بالا بهت میدیم، اگه بیای مدیر شرکت بشی، چیزایی که بهت میگیم از این مدیر فعلی هم حقوقتو بالاتر میبریم، ولی اگر ندی همینم هم که داری رو از دست میدی. میگه ببخشید من نمیتونم دروغ بگم، منو ببخشید. کلاشو برمیداره، داره از در میره بیرون، میگه صبر کن. میگه چی؟ میگه بی بشین. میشینه، بعد میگن ما تو این شرکت به دنبال افراد امین میگشتیم و شما رو امتحان کردیم که آیا واقعا امینی یا نه، و نه فقط مدیر انبار میخواییم بکنیم، میخواییم بیا اینجا مدیر شرکت باشی، کنار من یاد بگیر تا بعد مدیر شرکت بشی، حقوقت هم 4 برابر الان میشه. چقدر خوشحال، با راستی، با درستی اعتماد رو تستش کردن و قابل اعتماد بود. همچنین شخصی هر جا باشه میگن این شخص رو من میتونم شرکت رو به این بسپارم، میتونم کلیسا رو به دست این بسپارم، همچنین شخصی من اعتماد دارم، زورش هم کردم، این با ناراستی جلو نرفت. میدونید وقتی با ناراستی جلو میریم ممکنه کوتاه مدت یه کمی کارمون جلو بره، ولی دراز مدت ضرر میکنیم. ممکنه کوتاه مدت به نفعمون باشه، ولی دراز مدت ضرر میکنیم. یه عزیزی بود تو کلیسای ما تو کالیفرنیا، بعد هی میامدن شکایت میکردن، گفتن این یک شنبه خیلی مسیحی خوبیه، دوشنبه سر مردم رو کلا میذاره، هر جا قرار داد داره پولشون رو میخوره، کارشون هم خوب انجام نمیده، نصف کاره پولا رو اول میگیره، کارو تحویل نمیده، نصف کاره میذاره میره. چند بار باش صحبت کردم ولی خوب درست نشد. میدونی نتیجه چی شد؟ تو تمام سنحوزه دیگه براش کار کرد، شهرت بد داشت، دیگه هیچ کی بهش کار نمیداد. وقتی اومدیم دالاس، با ما اومد، گفت من میخوام بیام اونجا که شما، میخوام تو شبانم باشی، منو شاگرد بسازی، من اونا رو توبه کردم، میخوام انسان جدیدی باشم، میخوام تو دالاس از صفر شروع کنم. منم یه چند جلسه باش گذاشتم، ولی دیدم زیاد مشتاق کلام نیست، بیشتر مشتاق اینه که از اسم من استفاده کنه، که شبان من که شرموز داره با من کار میکنه. و بعداً فهمیدم از اسم منم سوء استفاده کرده، چون به تو شهر رفته بود، بازم پروژه گرفته بود، سرشونو اولم گفته بود من کشیشه، من شبان من با کشرمز هر هفتم داره با من شاگردسازی میکنه، بهش اعتماد میکردن، بهش کار میدادن، سرشونو کلا میذاشت. با چندین بار شده بود اومده بودن طلبکاراش، اومدن جلوی در همین شرکت استودیو، میگفتن این سر ما رو کلا گذاشته، و میگه شما شبانشی. میگم من کی شبانشم؟ او 6 ماه پیش 2-3 جلسه باز گوشتم دیدم اصلا آماده جدی نیست تو کلام خدا. گفت آخه میگه شبان شما بهش اعتماد کردیم، پروژه دادیم، پولمون رو خورده، کارمون رو انجام نمیده. یا یکی میگه براش کار کردم، پول منو نمیده، پول منو خورده، رفتم 3 ماه براش کار کردم، یه کمی پول داده، بقیه‌شو خورده. میگه میخوای بری برو شکایت کن، میدونه که من نمیتونم، نه زبان بلدم، تازه کارم،
میخوام دعا کنیم با هم دیگه، بیایم روی این کلیسا رو بنا کنیم، خانواده هامون رو بنا کنیم. اگر توی خانوادت اعتماد از بین رفته، میخوام یه دو سه تا نکته بهت بگم، چون اعتماد خیلی راحت از بین میره، خیلی دیر ساخته میشه. اعتماد مثل همین پل هستان، مثلا پلی که طوفان اومده، سیل اومده، زده خراب کرده. خب تو یه چند دقیقه زده خراب کرده، میدونی چقدر طول میکشه بسازیش؟ یا یه طوفان اومده یه باقی رو خراب کرده، باغ اعتماد رو. حالا بخوای دوباره گلاشو بسازی کار میبره. میگی بعد چی کار کنم؟ اون درسی که نکاتی که امروز گفتم رو بعد اجرا کنی. اول بعد اعتراف کنی، به همسرت بگو من قابل اعتماد نبودم، من به تو خیانت کردم، ولی میخوام باشم، میخوام عوض شم. به رئیست بگو، به شبانت بگو، بگو قابل اعتماد نبودم، اعتراف میکنم، ولی میخوام باشم. میخوام بله من بله، نه من نه باشه. و میدونم هم یک شبه نیست، ولی من سعی خودم رو میکنم تا اعتماد تو رو دوباره به دست بیارم. بعد حرف و عملت یکی باشه، مرتب هر چی میگی یا نگو یا دختی میگی انجام بده. همیشه راستشو به اون شخص بگو، به شبانت، به رئیست، به همسرت، مرتب راست 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 راست. کم کم این اعتماد به دست میاد. وقتی اعتماد به دست بیاد، برکت وارد خونت میشه. و نکته آخر اینه، خسته نشو، چون ساختن پل خراب شده طول میکشه. ساختن یک باقی که طوفان اومده همه گلاشو خراب کرده طول میکشه. نباشه که توی هفته بکنی بگی خب هستم، پس چرا زرم عوض نشد که شماست، هنوز به من شک داره. ادامه بده، ادامه بده، چون آخرش برکته. و برکت یعنی ترفیع مقام. اعتماد برکت مالی رو میاره، برکت خانواده رو میاره، برکت روحانی رو میاره، برکت روابط رو میاره. برکت میخوای یا لعنت؟ اگه برکت رو میخوای، از کارهایی که امروز روح القدس با تو صحبت کرد توبه کن. بگو من دیگه نه دروغ مصلحت آمیز، نه درو بودن، نه تعارفای بی خودی، نه خالی بندی، نه قول بدم نکنم، نه بله بگم ولی فکرم نباشه، یا نه بگم فکرم بله باشه. از ناراستی خداوند رو به نام عیسی مسیح توبه میکنم. توبه کن. توبه یعنی کنار گذاشتن. توبه یعنی نمیخوام. همین که میگه اینو نمیخوام یعنی توبه. نمیخوام. اینا رو من تو زندگیم نمیخوام. میخوای برکت باشه، من برای شما برکت میطلبم. و راهش اینه. سر کارت، تو خانواده، تو کلیسا، اعتماد برکت برات میاره. متوجه هستی؟ اعتماد برکت میاره. عدم اعتماد لعنت میاره. کدومو میخوای؟ امروز انتخاب کن. و ما خوانده شدیم در کلیسای هفت که اینو انجام بدیم. اولم تو خودمون، من دارم روی صحبتم با اعضای کلیسای هفت و خادمینه، اول خودمون و تو خدمتمون. خدا رو شکر خادمین خیلی خوبی داریم، چقدر به شما افتخار میکنم. ولی خودمون رو چک کنیم، همه ما خادمینی که در هفت هستیم، آیا قابل اعتماد هستیم؟ آیا تمام این لیست رو نمره قبولی میگیریم؟ اگر نه روش کار کنیم، بگذاریم برکت وارد کلیسای هفت بشه و بعد کلیسای هفت ایران رو برکت خواهد داد. ما عامل تبدیل ایران خواهیم بود، ولی اول خودمون تبدیل میشیم و خواهیم شد. خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم برای اونهایی که رابطه هاشون شکسته شده، برای زن و شوهرهایی که از هم جدان، برای کلیسایی که در حال پاشیده شدن، برای روابطی که زخمی شده، صدمه خورده، جداییایی که داره پیش میاد، همه اینها لعنتیه که تو اومدی به برکت تبدیل کنی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم خداوند روح راستی، روح درستی که روح توست در ما عمل کنه. خداوند ما به عنوان مسیحیان، حرف و زبان ما یکی خواهد بود، قول ما بله و نه یکی خواهد بود، هر چه میگیم انجام خواهیم داد، پشت رو جلوی رو همون خواهیم بود، تو کلیسا خارج کلیسا همان خواهیم بود، جلوی کشیش هرمز پشت کشیش هرمز همون خواهیم بود، چون همیشه پیش روی تو هستیم. ای خداوند با من دارید دعا میکنید، دعای برکت ها، خداوند این عهد رو با تو میبندم، عهد راستی، عهد درستی، عهد حرف و عمل یکی بودن.
و اینو بگید: خداوند را باور دارم و دریافت میکنم برکات تو رو، دریافت میکنم برکات تو رو برای خانوادم، دریافت میکنم برای کلیسا، کلیسای هفت، و دریافت میکنم برای ایران. شروع کن و از من شروع کن. برکت خداوند باهاتون باشه. این هفته کارتون همینه، بچهای کلیسای هفت، خادمین، تو خودمون تمرین خواهیم کرد، بقیه هم تو خانواده‌هاتون، خانه‌هاتون همین رو تمرین کنید. آمین، در نام عیسی مسیح. شکر برای این پیغامی که شنیدیم از جانب خداوند. خداوند، اعتماد ما بر توست خداوند و یکدیگر. ای خداوند میخواییم تسلیم همدیگر باشیم و ای خداوند تسلیم تو، با تمام اعتماد به تو ای خداوند. هاللویا ای خداوند. با قلبانی باز ای خداوند به حضور تو اومدیم ای خداوند، تسلیم تو هستیم ای خداوند. می آیم روی زانوهایم تسلیم شوم، تسلیم تو. میخواهم نزدیکت بمانم، محتاج هستم محتاج تو. تسلیمم من، تسلیم تو. سیرابم کن لبریز از عشق خود، تشنه من تشنه تو. دستانی باز نزدت دعا کنم، سخن بگو با قلب من. تسلیمم من، تسلیم تو. میخواهم بشناسم تو را از قبل بهتر. تسلیمم من، تسلیم تو. میخواهم بشناسم تو را از قبل بهتر. همچون نازی جاری، ارادت انجام شود در من. همچون طوفانی ایجاد کن شوقی، ارادت انجام شود در من. همچون نسیمی روحت کن جاری، ارادت انجام شود در من. همچون طوفانی ایجاد کن شوقی، ارادت انجام شود در من. تسلیمم من، تسلیم تو. تسلیمم من، تسلیم تو. میخواهم بشناسم تو را از قبل بهتر. تسلیمم من، تسلیمم من، تسلیمم تو.
تسلیم تو میخوام، بشناسم تو را از قبل بهتر، همچون نسیمی روحت گنجاری، ارادت انجام شود در من، همچون توفانی ایجاد کن شوقی، ارادت انجام شود در من، تسلیمم من، تسلیمم تو، تسلیمم من ای خداوند، تسلیم تو ای خداوند، اعتماد ما بر توست ای خداوند، ای خداوند با همین اعتماد و ایمان به تو ای خداوند تسلیم تو هستیم ای خداوند، ای خداوند دوستت داریم ای خداوند، ای خداوند تو باعث این هستی که ای خداوند همگی ما یک خانواده باشیم ای خداوند، در اتحاد باشیم ای عیسی جان و یک کلیسا باشیم و تو سر این کلیسا، هللویا. شکر. عزیزان اگر موافق باشید با یک سرود شاد، خداوند عیسی عدالت ما، روح خداوند جذب کرده ما را از کل دنیا، آمین. شکر. نشاد جان دستک زنان در حضور خداوند هستیم، او رو بپرسیم با شادی با تمامی قلب. خداوند عیسی عدالت ما، روح تو جذب کرده ما را از کل دنیا، اتحاد ما با تو چه زیبا، با صلیب و قیام تو شعله بر ما، اعلام کنیم ای شبان اعظم گله، خداوند عیسی داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا، ای شبان اعظم گله خداوند عیسی داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا، پدر سما حاضر در هر جا، فرزندان تو گشته ای با خون عیسا، اتحاد ما با تو چه زیبا، بحر ما گمراهان کردی فرزندت فدا، ای شبان اعظم گله خداوند عیسی داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا، ای شبان اعظم گله خداوند عیسی داماد پر جلال سماوی بحر کلیسا، ای قوم خدا عروس عیسی جامعه عدالت
بر تن زینت تقوا، اتحاد ما با تو چه زیبا، یگانگی روح باشد سلوهه ما، ای شبان اعظم گله خداوندی سا، داماد پرجلال سماوی بحر کلیسا، ای شبان اعظم گله خداوندی سا، داماد پرجلال سماوی بحر کلیسا. نشان شکر برای خداوند، او شبان همگی ماست. شکر برای خداوند. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای کار خداوند و این پیغام الهی که از زبان که شرمز عزیز شنیدیم. اعتماد، چیزی که همه مردم این روزها نیاز دارن. آیا به همدیگه اعتماد دارن؟ آیا به دولت و جامعهشون اعتماد دارن؟ آیا میشه اعتماد کرد؟ و وقتی که اون بی اعتمادی میاد، میبینی که درش دروغگویی هست، چاپلوسی هستش، سخنچینی و خیانت. و امروز ما مسیحیان، این وظیفه ما هستش که چون در بین جامعه و مردم داریم زندگی میکنیم، میتونیم این اعتماد رو ایجاد کنیم، میتونیم که این لعنت ها رو برداریم از زندگی ها و از خودمون هم شروع میشه. میتونیم دعا کنیم، میتونیم برکت هایی که خدا در زندگی ما جاری کرده در زندگی دیگران هم جاری بکنیم و این اعتماد رو به دیگران انتقال بدیم.
که خداوند میتونه لعنت ها رو از زندگی برداره. این روزها مخصوصا این روزهایی که محرم هستش و همه به سمت انسانهای مرده دارن نذر و نذورات میبرن و از اونا دعا میکنن که اونا بهشون برکت بده و اعتماد رو میرن از کسایی رو میخوان دریافت بکنن که دیگه الان وجود ندارن. و آیا میشه به اونا اعتماد کرد؟ آیا میشه زندگی خودت رو اعتماد کنی؟ به اون خدایی که بالا هست به اون اعتماد نمی کنی، ولی میای به انسانهایی که مرده هستن به اونا میای اعتماد میکنی. این هستش که زندگی ما لعنت توش میاد، بیبرکتی توش میاد، فقر درش میاد، چون که ما به بت‌ها اومدیم اعتماد کردیم. امروز اعتماد تو به چه کسی هست؟ آیا اعتماد به سنگ و چوب و چی میدونم چیزایی که برای پرستش آماده کردی، یا به خدایی میخوای اعتماد بکنی که تو رو آفریده، خدای حقیقت هست، خدای نور و خدای برکت و اعتماد. از خروج آیه فصل 23 آیه 13 براتون میخونم که میگه که به آنچه که من که خدا هستم به شما گفتم گوش کنید، خطاب به خدایان دیگر دعا نکنید و حتی نام خدایان دیگر را به زبان نیارید. امروز ما چه خدایی رو داریم پرستش میکنیم؟ چه خدایی رو داری به زبان جاری میکنی؟ به جای اینکه گل بپاشی به سر و صورتت، خودزنی بکنی، بدن خودت رو زخم بزنی، بدنی که خداوند آفریده، میتونی امروز به خدا اعتماد بکنی، دست از مرده پرستی و بت پرستی برداری. در لاویان میگه در مراسمهای عزاداری آنها که برای مردگان است بدن خود را زخمی یا خالکوبی نکنی. کلام خدا داره میگه امروز اعتمادت به کی هست؟ اعتمادت باید به خداوند باشه، به خدای حقیقت و راستی. این موعظه امروز رو یادداشت کردید؟ کلیپش رو هم ما میذاریم داخل تلگرام، تو یوتیوب، توی اینستاگرام. حتما حتما برای دوستانتون بفرستید. شاید دوستانی باشن که دنبال اعتماد میگردن و خیلی بی‌اعتماد شدن نسبت به دیگران. وقتی این کلیپ رو براشون بفرستی، درس امروز رو براشون بفرستی، متوجه میشن کجاها در خودشون باید تبدیل به وجود بیاد و رو خودشون کار بکنن تا اون اعتماده از خودش شکوفا بشه. آمین. خب بریم قسمت مشارکت که مهمانخانه ما هستش و QR کد رو میبینید، میتونید همین الان عضو این مهمانخانه بشید. اونجا خادمین هستن خدمتتون میکنن. اگر که قلبتو به مسیح ندادی و دنبال حقیقت و اعتماد میگردی، بیا داخل این اتاق. اونجا به تو میگیم که اعتماد به چه کسی میتونی داشته باشی، خدای حقیقی کی است، اون خدایی که میشه بهش اعتماد کرد. خواهر سمیرای عزیز الان در اتاق زوم هستن و میخوایم از شما بشنویم چه خبر داخل این مهمانخانه و این زوم. بفرمایید. بله، خدا رو شکر. منم سلام و درود میگم به شما که برده پولیس عزیز، کشیش آموز عزیز و همچنین به همه بینندگان عزیزی که هر جمعه در خدمتشون هستیم و خدا رو شکر میکنیم واقعا برای این موعظه عالی و بسیار پربار بود. این موعظه قلبمون بسیار لمس شد. خدا رو شکر میکنیم واقعا برای برکت‌های امروز که از قلب خدا دریافت کردیم. مرسی برای وقتی که به ما دادید. بله، خدا رو شکر من امروز خیلی شهادت‌های زیادی داریم از زوم جمعه و برنامه‌هایی که در واقع عزیزان میان شرکت می‌کنن. من خودم قبل از اینکه بخوایم از یکی از عزیزان که ایشون هم در واقع شهادت خیلی عالی رو برام آماده کردن بگیم، میخوام که یک شهادتی رو خودم بگم که هفته پیش اتفاق افتاد و واقعا برای خودم درس بزرگی بود. یعنی من رو یک مرحله جلوتر برد در ارتباط از خداوند و قلب زیبای خداوند رو برای من عمیق‌تر روشن کرد و درس بزرگی بود و دوست داشتم که با شما هم در میون بذارم. میدونم که برای خیلی ها باعث برکت خواهد بود. من خب تقریبا یه 3 ماهی میشه که دیگه 2 ماه و نیم هست که دیگه چین نیستم و اون کشور رو ترک کردم به کشور جدید و
چند وقت پیش هفته گذشته به دوستم زنگ زدم، به همکارم، که خواستم حالش رو بپرسم، که توی هنوز توی همون مدرسه قدیمی که خود من درس میدادم مشغول به کار هست. گفتم بذار زنگ بزنم حالش رو بپرسم ببینم چی کار میکنه. به زنگ زدم گفتم که چه خبر، چی کار میکنی، هنوز توی اون مدرسه هستی، داری کار میکنی؟ گفت که آره من اینجا هستم و هنوز با این مدرسه هستم. گفتم چی کار کردی، قراردادتو باشون دوباره قرارداد باهات بستن مدرسه؟ گفت که نه، به من گفتن که دیگه منو نمیخوان و با من قرارداد رو نبستن. بعد دیدم که یه تغییری توی نحوه صحبت کردنش هست و دیدم بیشتر درباره خدا همش حرف میزنه و توی نحوه صحبت کردنش مدام درباره خدا صحبت میکنه. ازش بیشتر پرسیدم که خب چه خبره الان پیش تو؟ شروع کرد به من گفت که من از یه روزی خداوند به من گفته، دو سه ماه پیش خدا به من گفته که بلند شو و برو توی این امتحان تخصصی شرکت کن، مدرکتو بگیر. و میگفت من اصلا نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته. خب بلند شدم رفتم یک امتحان، این امتحان تخصصی مال رشته خودش مهندسی، ولی داشت زبان درس میداد توی مدرسه‌ای که ما بودیم. ولی میگفت بلند شدم رفتم این امتحان رو دادم و خدا رو شکر مدرکش هم گرفتم. و دیدم تو نحوه صحبت کردنش میگه به فیض مسیح من مدرکم رو هم حتی گرفتم. و بعد میگفت که خدا بعد به هم گفتش که همین الان اپلای کن برای این شغل، برای یک شغل تخصصی که ما رشته خودش مهندسیه. بعد میگفت من اپلای کردم برای اون مدرسه، برای اون شغل تخصصی، و میگفتش که الان تو مرحله آخر مصاحبم هستم و میخوام که برای من دعا کنی سمیرا، همین الان میخوام که برای من دعا کنی. گفتم که حتما در ادامه برای دعا میکنم، ولی خب مدرسه چی، الان میخوای با مدرسه بمونی یا نه؟ گفت باورت نمیشه سمیرا، قبل از اینکه امروز با من زنگ بزنی و با من صحبت بکنی، مدرسه همین یک ساعت پیش به من گفت که با من نمیخواد دیگه قراردادش رو رینیو بکنه. و من از این جلال عظیم خدا مونده بودم که اون قبل از این که اصلا مدرسه به من بگه که نمیخواد با من قرارداد ببنده، دو سه ماه پیش خداوند به من گفت که بلند شو برو و قبلش برای من این شغل رو فراهم کرد. بعد دیدم که شروع کرد یک اعترافی رو کرد. میخوام بهتون بگم الان این چیزی که میخوام به شما بگم عزیزان، من با این دوستم بارها صحبت کرده بودم درباره عیسی و چون همیشه یک سال با همدیگه میرفتیم سر کار و با همدیگه برمیگشتیم، در همون ابتدا و اوایل باهاش خیلی درباره عیسی صحبت کرده بودم، محبت خدا رو بهش گفته بودم، خیلی باهاش حرف زدم، ولی آماده نبود اون موقع، اون موقع زمانش نبود که بخواد قلبش رو به عیسی بده. و یک سال گذشت، ما با هم میرفتیم مدرسه سر کار و با هم برمیگشتیم و او تمام این مدت داشت مشاهده میکرد، داشت نگاه میکرد رفتار منو. شاید من اصلا متوجه نبودم، اما اعتراف دیشب اون خیلی برای من شیرین بود، خیلی تکان دهنده بود و خیلی عظیم بود. خدا رو شکر میتونم به جرئت بگم ما با عزیزان زیادی بشارت دادیم، خیلی حرف زدیم و خیلی هم از طریق کلامی که در واقع بهشون گفتیم عیسی رو شناختن و قلبشون رو به عیسی دادن. اما شیرین ترین، میتونم بگم شیرین ترین بشارتی که تا الان دادم این بشارت بود، چون بدون اینکه من اصلا متوجه بشم داشتم بشارت میدادم. چطور؟ دوستم گفت که سمیرا اون یک سالی که ما با هم میرفتیم مدرسه میومدیم، من همیشه داشتم به این فکر میکردم که تو چطوری انقدر مورد قبول همه هستی، چطور توی مدرسه تو رو دوست دارن انقدر زیاد، چطوری همه مادر رو دوست دارن بچه هاشون رو سر کلاس تو بیارن، و چطوریه که در واقع تو از همه بیشتر حقوق میگیری، چطوریه که من دارم میبینم تو همش توی کارهای تو زندگی تو همیشه موفقیت بود، میدیدم که چطوری خداوند تو رو مورد فیورت کرده بود، مورد هم علاقه هم بودی، و این که چطور ویزای تو درست شد برای این کشوری که اومدی، اصلا این دیگه معجزه بود. من فکر نمی کردم که هرگز این کار، و همیشه می دیدم تو چطور با اعتماد درباره این خدا صحبت می کنی، چقدر با اون آرامشی که توی قلب تو هست از نحوه صحبت کردن تو، اون جسارت، اون اعتمادی که در به این خدا داری، باعث من همش اینا رو می دیدم. و می گفت وقتی تو رفتی از این مدرسه و من دیدم که منم چقدر می خوام که اونجوری باشم، چقدر منم دوست دارم که مورد همه منو دوست داشته باشن، و چقدر دوست دارم با اطمینان حرف بزنم و این موفقیتی که تو داشتی منم داشته باشم، به خاطر همین به خدا گفتم. میگفت یه بار یک شب در به دلم بعد از اینکه تو تازه رفته بودی تو قلبم به خدا گفتم
گفتم خدایا اون خدایی که تعمیرا همش داره حرف میزنه ازش و این عیسی که همش همیشه با اطمینان میگفت عیسی و همیشه گفت این عیسی این آرامش رو به من داده و این اعتماد رو خود عیسی به من داده، منم میخوام اینا رو به منم بده و میخوام که با تو قدم بردارم و میخوام که در واقع با تو مثل همون رابطه‌ای که او با تو داره منم میخوام با تو داشته باشم. و میگفت همونجا بود که چند روز بعدش خدا به من گفت بلند شو برو این امتحان رو بده و من بلند شدم این امتحان رو دادم و میبینی که الان چه شغلی گرفتم و این شغل برای من جور شد. و میگفت سمیرا این درسته، تمام حرفایی که داشتی میزد خیلی شغل داشت، میگفت همه حرفایی که زده بودی درست بود، همه چیزایی که درباره این خدا به من گفته بودی درست بود و خیلی برای من شیرین بود. عزیزان میخوام بگم که اگه به کسی بشارت دادید و توی دعوا به عزیزی و چه شما کسایی هستین که برای اولین بار دارید پیام خداوند رو میشنوید اینجا، چه کسی هستید که خودتون ایماندار هستید و بارها بشارت دادید، گاهی وقتا شاید ناراحت شدید، قلبتون گفتم این بابا من چقدر به اینا بشارت میدم، اینا متوجه نمیشن که من دارم چی میگم، قلبشون نمیدن. عزیزان ما همه دارن نگاه میکنن به رفتار ما و رفتار ما رو میبینن و شاید به ما هیچی نگن، اما اونا از رفتار ما میبینن که این خدایی که داریم همش راجع بهش حرف میزنیم فقط حرف نیست، بلکه خدا قادره که از زندگی های ما، از جلالی که توی زندگی ما نمایان میکنه خودش رو به دیگران نشون بده. پس اجازه بدید که نور شما بتابه، اگر ایماندار هستید اجازه بدید که دیگران جلال عیسی رو در شما ببینن، اجازه بدید که خداوند درون شما کار بکنه و با اون اطمینانی که از این با اون ارتباطی که با خدا میسازی باعث میشه دیگران ببینن میگن ما هم این خدا رو میخوام، این آرامشش از کجا میاد، این در میان این طوفان ها اینطوری با آرامش وایساده، با خدا داره چقدر عظیم تو زندگی این کار میکنه، منم این خدا رو میخوام. همیشه بشارت به شکل کلامی نیست بلکه با رفتاره و خدا برای خود من این درس مهم رو داشت که بهم بگه سمیرا تو با رفتارت هم دیگران دارن زیر نظر میگیرن، این هم مهمه. و عزیزی که شما تازه دارین پیامو برای اولین بار میشنوی، شاید تازه داری اینا میگه اینا دارن چی میگن، درباره چه خدایی دارن صحبت میکنن، خدای عظیمی که جلالش رو همواره در زندگی بچه‌هاش نشون میده، خدایی داریم درباره صحبت میکنیم که خدای ارتباطی هست، خدایی که عاشق ارتباطه و ریزترین ارتباطات مرسی. با ما براش اهمیت داره، خدایی که بسیار شیرینه باش آمین. ارتباط داشتن. اگر نمیشناسیدش پیشنهاد بکنم که بیاید وارد زوم امشب بشید و اونجا بشنوید راجع به این خدای محبت، این خدای عشق. و دعوتتون میکنم که توی برنامه ما حضور داشته باشید، خبرهای خیلی خوبی آمین. بله همونطور که فراهم کرده خدا رو شکر شما گفتید سمیرا جان این اتاق باز هستش، میتونید همین الان موبایلاتون رو روشن کنید با این کیو آر کد که میبینید سریع وارد اتاق زوم میشید. مرسی برای شهادتی که دادی سمیرای عزیز، شکر برای وجودتون. اما خواهرندای عزیز میخوام از شما بشنویم، میدونم که برکت های زیادی رو دریافت کردین از خدمت های مختلفی که در ارتباط هستین، خادمین عزیز، افراد عزیز، میخوام از شما بشنویم، بفرمایید. مرسی لطفا عزیز، واقعا همینطوره. تک تک عزیزایی که تو زوم هستن، تو استودیو هستن، پشت صحنه هستن، همه واقعا یه چیزایی دارن منحصر به فرد که باعث برکت مشارکت قشنگیش اینه. چقدر امروز واقعا بعدن نشاط عزیز میان توی قسمت پرستش، چقدر همیشه میان آروم کنار بعدن آرش عزیز پرستششون رو انجام میدن و میرن همه ما رو هم برکت میدن. واقعا شکر براتون بعدن نشاط، بعدن آرش عزیز، خدا شکر برای پرستشی که امروز داشتیم، نام خدا رو جلال دادیم و شکر برای خانومی که امروز اومدن و پرستنده خدا بودن، در حضور خداوند بودن تا هر آنچه که در توانشونه به خدا بدن. میدونید همیشه یه قدمایی برداشتن تو قسمت ایمانیمون سخته عزیزای دل. من خودم یادم سالها پیش رقص پرستشی رو با جمعی از خادمین دیگه شروع کردیم و اولش که خودم می‌خواستم رقص پرستشی شروع کنم انقدر خجالت می‌کشیدم، می‌گفتم وای تو فکر خودم، تو ذهن خودم می‌گفتم چجوری من اینو انجام دادم، یا من اینجا خیلی چاقم الان این حرکت انجام بدم اینطوریه، یا این فکرای مختلف برام به وجود اومد. همیشه فکرها و مانع‌هایی وجود داره وقتی می‌خوایم خدمتی رو شروع کنیم که جلوی ما رو می‌گیره که اون جواهری که تو وجود ما هست ازش استفاده نشه. امروز میخوام دعوتتون کنم عزیزای دل، اول به خدا که این عطایا هدایا رو به ما داده اعتماد کنین
و بعد بیایم باعث اعتماد تو خدمت بشیم. امروز بیایم این کار انجام بدیم، بگیم شاید من یه توانایی دارم ولی تا الان خجالت کشیدم یا تا الان احساس کردم نه از پسش بر نمیام، میخوام دعوتتون کنم بیاید به راه‌های ارتباطی ما و بیاید بگید چه توانایی دارید، چه خدمتی میتونید انجام بدید، چه تجربه و چه تخصصی دارید. خیلیاتون هست خیلی هم عالی دارید تصویر رو میبینید. ببینید عزیزانمون با رقص پرستشی با لباسایی که داشتن، لباسایی که برای خداوند واقعا اینا میشن و پرچمها خداوند و جلال دارین توی کنفرانسی که بود و چقدر با تمام دل حضور خدا میومد توی این رقص پرستشی. ولی یه دفعه این اتفاق نیفتاد، بها دادنهایی قبل از اون بود، تصمیمهایی بود که رو ترس، رو خجالت، روی خستگی پا بذاری و بتونی بیای جلو تا بیای یه زمانی اینجا و خدا رو بپرستی، خدایی که شایسته پرستشه. عزیزان این یه نمونه کوچیک از یه خدمته که خدمت اینطوری متولد شد با بها و تصمیمایی که افراد دادن. امروز خیلی خدمت ها تو شبکه هفت هست که منتظره که از طرف شما متولد بشه. امروز میخوام دست بذاری رو اون قسمتی که میترسی، دست بذاری رو اون قسمتی که خجالت میکشی، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نبوده، حواست نبوده یا فکر کردی نمیتونی وقت کنی، بیا بگو من میتونم هفته یک ساعت، روزی یک ساعت، روزی دو ساعت وقت بذارم. متر مثال من یه کسی هستم که ویراستارم، دیگه خیلی میتونم تو قسمت انتشارات، چون خدا رو شکر که خبر خوب دیگه هم که به تو بگم، یه سری کتابا به امید خدا به زودی آماده میشه و در اختیارتون قرار میگیره. چه برکت هایی از خود کشورموز عزیز نوشته، هایی که میدونم خیلی برکت خواهید گرفت تو سبکای مختلف، میدونم منتظرید، مشتاقید و چه کسایی دارن کمک میکنن. عزیزانی که اومدن و داوطلبانه تو این قسمت ساعت‌هاشون رو قرار دادن، از ویراستار، از کسی که صفحه آراه، از کسی که میاد بقیه ادیت نهایی میکنه، پس خود شما همه تو این برکت سهیم هستید. دعوتتون میکنم اگه قلم خوبی دارید، اگر نویسنده هستید و میتونید متنایی رو بنویسید، بیاید بگید من میتونم و نویسندم و این نمونه کارم. خیلیاتون هستید روانشناس هستید و اومدید به ما مراجعه کردید، ما الان داریم از متنای شما تو سوشال مدیا استفاده میکنیم، از یک خدمت جوانان همطور عزیزانی داریم که توی قسمت روانشناسی هستن و دارن برکت میدن. پس هر کسی جایی داره توی خدمت خداوند. دعوتتون میکنم اگر حتی شاید شما بگید که خیلی خب من بلاگرم، شاید نمیتونم کاری انجام بدم، نه عزیز من، شما بیا نگاه کن، ایدتو بده، نظرتو بده، بیا بگه من اینجا این نظر رو دارم، این پیشنهادو دارم، اینجوری کنیم بهتر میتونیم جلو بریم، هیچ اشکالی نداره. ما باز هستیم که از شما بشنویم و تو این قسمت ازتون استفاده کنیم برای ملکوت خدا و برکت گرفتن قوم خدا، چون دل همه شما به طور خاص، من اینو باور دارم، دل ایرانیا خیلی مهربونه. درسته فشارهایی اومده، شرایطی به وجود اومده، شاید فکر کنیم دور و برمون زد و بند زیاد شده، رشوه زیاد شده، خشم زیاد شده، ولی وقتی اینا رو شرایط رو میزنی کنار، اون ته ایرانی ها دلشون دنبال خداه، دلشون مهربونه. اینو نمیشه از تو ذاتشون برداشت، این هدیه‌ای که خدا به قوم ایرانی داده. و میخوام دعوتتون کنم بیاید این دل مهربونی که دارید، این غیرتی که دارید، این دلسوزی که دارید، بیاید و ازش استفاده کنید و این هوشی که خداوند به شما داده. پس بیاید توی این قسمت‌ها، فقط کافیه بیاید چه تو تلگرام ما، چه توی اینستاگرام ما، چه توی فیسبوک، چه توی یوتیوب، راه های ارتباطی رو میذارن عزیزان. توانایی که دارید بیاید راجبش صحبت کنید، شاید ادیتور هستید، شاید خیلی خدمات مختلف هست عزیزان که میتونید توش بیاید و سهیم باشید تو شبکه هفت. شاید شما عزیزان اصلا کسانی هستید که به طور خاص میتونید شعر بگید، میتونید خوانندگی داشته باشید، میتونید تو قسمت پرستش باشید، میتونید خیلی کارهای دیگه انجام بدید، شاید نوازنده هستید، انواع سازها رو شما دارید آموزش میدید. خواهش میکنم بیاید و در این برکت که خدا برای شما کنار گذاشته سعیم باشید، چون اون کسی که برکت میگیره اول شمایید، اون کسی که برکت میگیره اول شمایید و منتظر شما هستیم عزیز دلید. خانواده هفت، بدونید که این خدمت با دست گرفتن دستای همدیگه داره جلو میره و منتظر شما خداوند که لبیک بگی، مثل کلام خداوند که دعوت میکنه یه لبیک بگید و بیاید سراغ قدم بعدی. عزیز دلید منتظر. خدا رو شکر، مرسی برای پیغامی که دادید خواهر ندای عزیز. واقعا همونجور که خواهر ندا گفت، ما منتظر هستیم که از اون استعدادها و عطایایی که خدا به شما داده بیایید برای جلال خداوند استفاده کنید. ترس‌ها رو بذارید کنار، اعتماد کنید به خداوند.
موضوع امروز در مورد اعتماد بود. اگر که بی‌اعتماد هستید، هنوز با خداوند رفیق نشدید، بیایید. خداوند خدای دوستی ها هستش، خدای راستی ها هستش. بریم چالش مطالعه کلام رو که شما برای ما فرستادید ببینیم و زودی برگردیم. سلام به همه عزیزان خداوند. خدا رو شکر میکنم برای وجود عزیزانم. امروز کلام خداوند رو میخوندم و برکتی از کلام خداوند دریافت کردم و خواستم با شما عزیزان به اشتراک بذارم. با درود خدمت همگی عزیزان و آرزوی سلامتی، امروز در چالش مطالعه کلام به کتاب اول قرنتیان باب 2 آیه 16 رسیدم، جایی که میگه زیرا به قول کتاب مقدس چه کسی افکار خدا را می داند و چه کسی می تواند او را نصیحت کند؟ به هر حال ما اکنون می توانیم مثل مسیح فکر کنیم. وقتی که این کلمات رو خوندم به این موضوع فکر کردم که چقدر دنیای امروز ما نیازمند راهکار برای حل مشکلات، مشکلات بسیار زیادی که اونو در هم پیچیده، و اگر کلام خدا نبود چطور ما میتونستیم افکار خدایی رو که تا این اندازه بزرگ هست با ذهنهای کوچک خودمون درک کنیم. خدا رو شکر کردم که طبق کلام به هر حال ما اکنون میتوانیم مثل مسیح فکر کنیم و این باعث شد تا این اطاعت رو بردارم که هر روزه در این کلام تعمق کنم و اجازه بدم افکار خداوند جایگزین افکار من بشه. آمین که بتونم راهگشای زندگی خودم و دیگران باشم. خواستم که این رو با شما شیر بکنم و جلال رو بر نام خداوند بدم که راهگشاست. آمین. مرسی. اینم آمار هست از نجات یافتگان که برای هر کدومشون جشن میگیریم، برای هر کدومشون خوشحالی میکنیم. هر کدوم یک انسانیه که جان حیات ابدی یافته. میخوام تشویقتون کنم، بشارت میدید، گزارش بدید، اونایی که نجات یافتید برید در شبکه‌های اجتماعی بگید یا بنویسید یا علامت بزنید بگید که من نجات یافتم، یا اینکه باعث نجات دیگران شدم، خانواده‌ام، دوستم، فامیلم ایمان آوردن. بگید کارهای خداوند رو باید اعلام بکنید. شما رو به خداوند میسپارم. من در این اتاق زوم که میبینید چند دقیقه دیگه اونجا خواهم بود، برید اونجا، اونجا با شما صحبت خواهم کرد. فعلا خداحافظ.